رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید، وقتتون بخیر. سلام بفرمایید. من یادتون باشه من 2 هفته پیش با شما تماس گرفتم در مورد موضوعی، نظر شما رو بدونم. هلوش صداتون رو من متاسفانه ضعیف دارم. من حرفی نزدم عزیز، ولی من میدونه هیچ وقت یادم نیست که با کی چه صحبتی کردم. من 31 سالم هستش. خلاصه ای از اون چه که 2 هفته پیش گفتم رو بخوام بگم، 31 سالم هست. نزدیک به 4 سال است که اومدم آمریکا برای تحصیل. اوایل اومدنم با آمریکا در 6 ماه اول با یه خانومی آشنا شدم که نزدیک 7 تا 8 سال از من بزرگتر هستن و در واقع در مورد این که میخواستم در مورد ریلیشنشیپون و ارتباطمون با هم دیگه سوالاتی برا من مطرح شده بود که شما در انتهای برنامه گفتید که اگر دوست داشتید 2 نفری میتونید بیاید روی خط. در واقع ما هم تصمیم گرفتیم که 2 نفری بیایم روی خط و صحبتی داشته باشیم با شما. من پرسشی از شما دارم، هر دوی شما فرزند چندم هستید؟ بله، من فرزند آخر هستم و 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم. و ایشون؟ میخواید خودتون جواب بدید؟ نه نه، خب بگید شما. نه حالا مخلوطش نکنید. بله، ایشون فرزند دوم هستند و 4 تا برادر و خواهر دیگه هم دارم. اوکی، بسیار خوب. هر دو چی خوندید از نظر تحصیلات؟ رشته‌های مهندسی هستیم هر دومون و من در مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستم در رشته مهندسی. ایشون هم همینطور در حال گرفتن دکتراشون در یکی از رشته‌های مهندسی هستن. ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟ ایشون نزدیک به 3 تا 4 سال بیشتر از من در امریکا هستن، یعنی نزدیک به حدود 7 سال. اوکی، بسیار خوب. هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکردید؟ خیر. اوکی، بسیار خوب. هر جور دلتون میخواد، نمیدونم دفعه قبل فکر میکنم یک کمی گفتگو کردیم، ولی هر جور که الان دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید، هر نوعی که مایل. جان بسیار، اگه یادتون باشه سری پیش طبق صحبتایی که داشتم با هاتون و شما پرسیدید که چه ویژگی های خوبی در این خانم میبینم که من اطلاعا دوست داشتم وارد این رابطه بشم و ادامه بدم اون رو به مدت 3 سال و اندی، یکی از موضوعاتی گفتم این بود که از همنشینی با ایشون لذت میبرم. نظرات ایشون خیلی وقتا برام جذاب هستش و احساس میکنم که این دوره از همنشینی و مصاحبت رو با کمتر کسی میتونم داشته باشم. در واقع تشخیص شما این بودش که این نوعی از رابطه شاگرد دانشجویی و یا پسر و مادری هستش که میتونه بسیار مضر باشه و بعضا خطرناک باشه در ازدواج. خب خودتون صبر کنید، چون نمیخوام هر کدومتون که دلتون ما توضیح بدید. ببینید عزیز، اگر خاطرم مونده باشه احتمالا فکر میکنم شما یا ایشون یا هر دو با خانواده هاتون مستقیما گفتگو نکردید، به همه اطلاعات به اونا ندادید، درسته یا من اشتباه میکنم؟ بعد از صحبتی که من با شما داشتم گفتگویی کردم با خانواده‌ام و تقریبا همه اطلاعات رو بهشون دادم و گفتم که الان به صورت جدی در واقع نه متوجه هستم که... بس من نیست. حرف من مطمئنم این بود که شما 31 سالتون، ایشون 38-39 سالشون، ضمناً 3.5 سال با همید، ولی هیچ کلمتون به خانواده ها مثلا راجب رابطه حالا ممکنه ولی راجب سنتون نگفتید. بله، و عرض منم این بود که احتمالاً خانواده ایشون هم معطل میمونن که شما که 39 سالتونه با یه پسری که 7-8 سال ازتون کوچکتره چه میکنید؟ ضمناً شما هم با یه واقعیت روبرو هستید و اون مسئله اگر ازدواج کنید، اگر بخواید بچه دار بشید، به هر حال سن ایشون مسائل مشکلاتی رو داره. حالا اونا به کنار، فقط می‌خواستم یه توجهتون رو جلب کنم. شما گفتگویی با من داشتید، این گفتگو رو احتمالاً دوستتون هم شنیدن. نظر موافق و مخالفتون یا با حرفا یا نتیجه گیری ها و یا اصولا چه توضیحی دارید که بتونید فاصله سنیتون رو در این حد مثلا با توجه به بچه دار شدن برای من مشخص کنید؟ چگونه به این موضوع نگاه میکنید؟ بله، اگه من بخوام جواب بدم، اولش
میدونم که بحث اختلاف سنی موضوعی هستش که باید باهاش کنار بیام، به قول شما حل شدنی نیستش، ولی دوست داشتم احتمال اینو بررسی کنم که ببینم، چون موردهایی را من دیدم و یا حداقل از نظر علم پزشکی میدونم که احتمالش هستش که مجددا صاحب فرزند شد حتی در این سن، حالا شاید با بخش از مراقبت های پزشکی بیشتر. نه تنها اون نیست، تنها اون نیست عزیز، حرفتون کاملا درسته، تو سنینی حدود 39 و 40 هم میشه صاحب فرزند شد، اما از اونجایی که یه دونه فرزند کار درست نیست، دوتا میخواید. دوم، حرف درسته که میشه صاحب فرزند شد، اما معمولا به دلیل سن مادر نه تخمک و نه شرایط داخل بدن ایشون، یعنی آنچه که محیط جنینی هست، شرایط مناسبی است که بتونه یک فرزند رو به شما بده، دو فرزند سالم رو بده، یا آنچه رو که میتونستن ایشون و شما داشته باشید. بنابراین مواردی مطرحه، ولی شما حرفتون درسته، میگید به هر حال با یه احتمالی، با یه به هر حال امکان خوب یا بد بودنی روبرو هستیم که اون رو به حساب میاریم. بسیار خوب، اینم بیاد بذاریمش کنار. ولی شما میدونید همونطور که قبلا هم اشاره کردم، عامل سن در دو جا بسیار عامل مهمیه، یکی در کودکیه که بچه 3 سالشه، یه بچه 6 سالشه، 3 سال فاصله است. اما یه زمانی هم هست که در سنین بالا عامل سن بسیار مهمه، به طوری که یک کسی 75 ولی 76 نیست، برای اینکه 76 مرده، یعنی سرعت به هم ریختگی انسان در سنین بعد بسیار زیاده و درسته که به خیلی عوامل مرتبطه، ولی میخوام به شما بگم که این فاصله سنی الان اگر اونقدر مطرح نیست، بعدا مطرح، ولی میگید اون رو هم به نوعی به حساب میاریم. بسیار خوب، ولی من مطمئنم از جانب هر دو تا خانواده شما مخالفت خواهید داشت، خانواده شما مخالفت خواهند داشت به خاطر این فاصله، خانواده ایشون هم اگر نظری بتونن بدن و حقی داشته باشن مخالفت. به من بگید که شما با مسئله پزشکی روبرو هستید، با مسئله تولید مثل روبرو هستید، با مخالفت خانواده ها هم روبرو هست، و بعدم به هر حال دو تا آدم تحصیل کرده اید که این مشکلی است که ما میدونیم به هر حال خواهید داشت، مثلا با توجه به درستون و پرورش فرزندانتون. یعنی میخوام بگم شما دو تا یه راهی رو انتخاب کردید که اگر برای بقیه مردم یه سربالایی است با 20 درجه، مال شما 70-80 درجه است و بنابراین خطر خسته شدن و یا نرفتن و یا وسط کار رها کردن هست. حالا خودتون هر کدومتون که دلتون میخواد به من بفرمایید که چرا فکر میکنید با وجود همه مخالفت ها از نظر پزشکی، تولید مثل، فاصله سنی، پرحال سالخوردگی، مخالفت خانواده شما، مخالفت خانواده ایشون، نگاهی که دیگران به این موضوع میکنن، گوشه کنایه هایی که خواهید شنید که ممکنه شما بگید برای ما اهمیت نداره، ولی مطالعات نشون میده این نوع موارد به تدریج اثر میذاره. این مطالعه است که هم روی افرادی که فاصله سنی بسیار دارن شده، هم میان سفید پوستان و سیاه پوستان، که حتی مردمانی که ابدا به تبعیض نژادی واقعا باور نداشتن، به هر حال ازدواج سیاه و سفید رو به نوعی در مواردی زیر سوال بردن و گوشه کنایه هایی زدن که به هر حال زندگی که چیز سالم کامل نیست عزیز، یه به هر حال ظرف شیشه ای هم یه جاییش هست، یه مثل اتومبیلی میمونه که اگر حالا سنگ به لاستیکش یا به بدنش بخوره اونقدر اثری نداره، ولی اگر به شیشهش خورد میشکنه، و ما یه همچین مجموعه هستیم. حالا من مخصوصا دلم میخواد هر کدومتون که دلتون میخواد، گرچه وقت هست، ولی ترجیح میدم برای که با خاطر آسوده صحبت کنیم، به من دلایلی که ازتون میخوام اینه که ما این 3-4 تا مورد رو داریم در ارتباط با خودمون و در ارتباط با همدیگه که فکر میکنیم اگر دیگران در یه چنین شرایطی با مسائل مشکلاتی روبرو شدن، ما یا کمتر روبرو میشیم یا اصلا روبرو نمیشیم. یعنی روزی که شما میگید من میخوام کاری بکنم که دیگران نمیکنن، باید ثابت کنید، نشون بدید که یه تفاوتی، یه امتیازی، نه یه تمایزی دارید که میتونید یه چنین چیزی رو به نوعی به موقع اجرا بگذارید. بعدم گوشه ذهن من هم طور که خودتون به درستی اشاره کردید اینه
که رابطه ای که وجود داره اون روز هم علائمشو دادید، ولی همین گونه نمیگفتم. رابطه میتونه کاملا تبدیل بشه به مادری و فرزندی و این رابطه ایست که ویرانگره. از جانب دیگه شما میتونید در یه زمینه‌ای یا ایشون به دلیل جبران نقش شما پدری و دختری به ایشون بگیرید، ولی ای بسا زندگی که قراره به عنوان زن و شوهر باشه 70-80% ایشون مادر باشن، 10-15-20% هم شما پدر باشید، 10% هم اینجا زن و شوهر باشید و این نوع روابط با خودش مسائلی داره. بنابراین ما پیام ها رو میشنویم، با خاطر آسوده برمیگردیم. هر کدومتون که دلتون میخواد به من بگید چرا شما فکر میکنید این موضوع ها، نه احتمالات، احتمالات رو متوجهم، این موضوع ها بعد از 3.5 سال رابطه ای که شما با هم داشتید واقعا مسئله و مشکل شما نیست و دلایلی دارید برای که اگر هر کدوم از اینا باشه به نوعی میتونید اونها رو حل کنید. مثال عرض میکنم، فرض کنید دوست شما این دختر خانم رفتن، از نظر پزشکی کاملا سالمن و کاملا نشون میده که حتی یه بدن 32-33 ساله دارن، و یا فرض بفرمایید از نظر روانی هر دوی شما یه ظرفیت و توانی دارید که موضوع و مسائلی از این قبیل رو راحت و بهتر میتونید حل کنید، یا سابقه ای که در این زمینه داشتید. پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم. هر گونه که دلتون خواست شما به من بگید که این علائم و نشانه هاییست، نمیخوام چیزی رو ثابت کنید، علائم و نشانه هاییست که ما در هم خودمون در هم دیگه در رابطمون میبینیم که فکر میکنیم برای این مشکلات میتونیم فائق بیام. اگه من بخوام اول شروع کنم در پاسخ به سوالی که گفتیم، یه چند مورد رو لیست کردم، سعی می‌کنم سریع اشاره کنم. اولین موردی که فکر می‌کنم چرا دوست دارم دنبال این باشم که ببینم این رابطه کار می‌کنه یا نه، اینه که هیچ وقت شاید در 3 سال گذشته به جز اوایل رابطه در سایر اوقات هیچ وقت این تجربه که بیام دقیق بسنجم ببینم این رابطه آیا واقعا کار می‌کنه یا نه رو نداشتم. بنا به تصمیم مشترکی گرفته بودیم که می‌خواستیم این رابطه موقت باشه و بعدش تمومش کنیم هست. و دومی مورد احساس میکنم همین دلیلی که باعث شد من به صورت جدی این رو فکر نکنم بهش و با خانواده مطرح نکنم، ناشی از ذهنیتم بود که مدام دنبال تاییدیه گرفتن از دیگران بودم و شادی خودم رو شاید فکر میکردم که باید قربانی کنم برای اینکه تایید بقیه رو داشته باشم. نه 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 نه، بحثی نیست. نه نه، خب ببین، از اولی آخه شما دکتر هستی، تو استدلال درست نیست عزیزم. این که من در زندگیم شادی دیگران رو میخواستم خودم رو نادیده گرفتم بحث ما نیست. مسئله این است که مسئله یه واقعیته. آمدم امریکا، اینجا زبانش انگلیسیه. مسئله من همیشه مشکل کامیونیکیشن داشتم در زبان فارسی، آمدم اینجا هم دارم. اینا که به هم مرتبط نیستن. شما من میفرمایید که من در زندگیم همیشه میخواستم دیگران رو خوشحال و شاد کنم، من الان بهتون توصیه میکنم این کار رو حتما نکنید. ولی مسئله مخالفت اونا این نیست که من حالا میخوام به اهمیت نمیدم که اونا شاد هستن. من حرفم این است که ای بس انتخاب شما غلطه، بس رجبه شماست، بس رجبه مخالفت اونا نیست. مخالفت اونا تأثیر بد و منفی میگذاره، ولی مخالفت اونا برمیگرده به یه جامعه‌ای که شما می‌بینید از 100 نفر که ازدواج کردن 90 نفر سن پسر بیشتر از سن دختر بود. برای شما اومدید قاعده رو شکستید. منم حرفی ندارم، اصلا بحث منم اون نیست، فاصله هم اونقدر ها نیست، زیاد هست ولی اونقدر نیست. اما شما، من گفتم توضیح میخوام که شما اگر فرض کنید حرف شما این بود که من همه میدونن خودم با توجه به تجربیاتم، زندگیم، شرایطم، اصلا سن روانی من 31 نیست، سن روانی من واقع بینانه صمیمانه 35 است. و ضمناً ایشون یه دختر خانومی هستن که با توجه به نوع زندگیشون سن روانیشون 39 نیست که هستن، بلکه اصلا 35 هستن. ما اونجا مشکلی نداریم، حتی نوع ارتباطات. ولی اینکه من تا به حال میخواستم دیگران رو خوشحال کنم، حالا شما من میگید خانواده من با این ازدواج مخالفن، پس من نمیخوام دیگران رو خوشحال کنم، ماجرای درست بودن، خوشحال کردن خودتون شما دوتا با همه. معلومه شما روزی هم که پدر و مادر اومدن مخالف شدن، خوشحالی شما زیر تحت تاثیر قرار گرفت، اون رو رها کنید، اون اصلا وجود نداره. قبول. یعنی ببینید عزیز، چرا من پیام ها رو گذاشتم؟ برای که دلم میخواست واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه استدلال شما بکنید. گفتم نمیخوام چیزی رو برای من ثابت کنید، ولی وقتی استدلال غلطه چی؟
یعنی شما تا به حال اصلا به خاطر شادی دیگران کار میگید. حالا حرف بد میخوام بهتون بزنم، دقیقا به همون دلیله که بخواید ایشون رو شاد کنید. اشکال کار اینجاست، یعنی شما میگید ما با هم آشنا شدیم با یه رابطه سطحی گیر افتادیم که به نظر من خیلی عادیه چون اشتباهتون همونجاست. حالا شما نمیخواید ایشون رو غمگین کنید، شما نمیخواید موجب رضایت ایشون بشید. جان دقیقاً آقای دکتر الان خیلی زدین، اما من سلام بکنم خدمتشون. نکردید هم عیبی نداره، بگو عزیز دل بگو. آقای دکتر ما یه رابطه‌ای رو که سال پیش شروع کردیم خودمون مطلع بودیم که چقدر مشکل داره، هر دومون شرایط مناسبی نداشتیم، ایشون تازه اومده بود آمریکا و مشخص هم بود بچه آخر خانواده بود، خیلی باید رابطه خیلی شدیدی با خانوادهش داشت و خب تنها بود و منم به دلیل شرایط روحی که اون زمان داشتم شرایط روحی مناسب نداشتم، به دلیل اتفاقاتی که برام افتاده بود اون زمان، حالا سری مشکلات زیادی هم خودم دارم که حالا وارد اونم نمیشم، وارد رابطه شدیم که میدونستیم که غلطه، من مخصوصا میدونستم غلطه، ولی واقعا فهمن اون زمان دارو درمان بودید آبه، فکرم برای ایشون هم همین دارو. ببخش عزیزم بذار من نصب کن، من دو تا نکته کوچیک. یکی اینکه اگر رو بلنگو هستی میدونم میخواید همدیگر بشنوید یا متوجه بشید، یه ذره صدا خوب نیست. دومی که میخوام فقط شنوندگان یادآور بشم، بلنگو نیستم. اوکی، ولی صداتون پس خوب نبود. میخوام نکته دیگه که مطرح کنم این است که دو تا فرزندی که بزرگتر از دوست شما هستن هر دو تا دخترن، یعنی ایشون دو تا خواهر بزرگتر داشته، یعنی اون اینی که نوع این رابطه رو با دختر بزرگتر یه مقداری میشناسه. ولی خوشحالم برخلاف دوستتون شما خیلی معقولتر و منطقیتر و واقع بینتر هستید. حالا به من بگید چه خبر است، شما وزاره چگونه میبینید؟ من دلم میخواد بدونید، من اصلا مخالفتی با ازدواج شما ندارم، اگر هر کدوم از شما پسر یا دختر من بودیدم این مسئله رو اینگونه نگاه نمی‌کنم، ولی من می‌خوام ببینم شما کجا ایستادید. یعنی من باید مثل اینه که کسی بگه من می‌خوام برم امریکا، میگن خب تو ویزا داری؟ خب این یه سوالی است که اون آدم برای رفتن به امریکا میتونه توضیح بده. میگفتید عزیز دیگه قطعتون نمی‌کنم، برای کلام خاطر حرفاتونو بشنوم. نه خواهش می‌کنم. بعد ما این چیز دوباره به هر حال شروع کردیم و خب در ابتدا هم خیلی خوب بود، خب ما از ظاهر زیبایی همدیگه خوشمون اومد، خیلی حرف برای گفتن داشتیم، خیلی راجع به مسائل مختلف، مسائل سیاسی، اجتماعی، نظرات مشترکی داشتیم، خیلی میتونستیم هم صحبت بکنیم و واقعا لذت می‌بردیم از هم صحبتی با هم دیگه و خب توی درس و کار و این چیزا خیلی با هم کمک می‌کردیم. ایشون فوق‌العاده پسر باهوشیه، جزو نفرات برتر کنکور بوده و اصلا یه دلیلی که منو خیلی جذب کردم همین بود، این نهایت باهوش بودن آقا هستش که واقعا لذت می‌بردم. اصلا نمی‌دونم به خاطر اینکه خودم شاید خیلی باهوش نبودم یا هرچی، ولی نه شما خیلی نه شما نه صبر کن عزیزم، شما دختر بسیار بسیار باهوشی هستید، تو اصلا تردید نرم، برای که از نگاهتون به موضوع مطرحه، ولی متاسفانه ایشون تو کنکور خیلی اول شدن، ولی تو کنکور با شما نشون دادن که هوشی ندارن، ولی خبر بگذارید برید اینو نادیده بذارید. بعد میگم واقعا مثلا چشم برق میزد چیزایی که ازشون میدیدم، تریکایی که ازشون میدیدم، مثلا واقعا جذب رفت جز هوش ایشون شدم، جز مهربونی و واقعا بی آزاریشون شدم. نه موافقم با تو، من هم یه خانواده میام خیلی مرد خوب تو زندگی نهیدم آی دکتر، بخواست همون خیلی برام چیز بود به وقت. نه نه حق داری عزیزم، ترکیب اون سه تا بچه هایی که با تو بودن یا چهار تا، اونا چی بود؟ پسر دختریشون چند چجوریه؟ یه خواهر بزرگتر دارم و سه تا برادر کوچیک‌تر. بعد موضوع این بود که آره واقعا خیلی جذب و رفتار و اخلاقش میشم و بعد اون لابامی که ایشون منو میکرد اون اول، واقعا میگم به صورت دارو درمان واقعا نیاز داشتم به این حجم از توجه و اتنشنی که ازشون میگرفتم و بخاطر همین واقعا یه جور شد که به هم چسبیدیم، اتچ شدیم، شما همون قلاب رو که میگیم واقعا قلاب شدیم. ولی خب به مرور که گذشت مشکلات رابطه خیلی بیشتر
مشخص شد، به خصوص اینکه مشخص شد که خب ایشون به هیچ عنوان علاقه ندارن اصلا این موضوع رو بخوام به مطرح بکنن، از یه طرفی هم اصلا علاقه ندارن من رو رها بکنن، نه رابطه رو تموم میکنن نه با خانوادهشون مطرح میکنن. و اینطور شد که این رابطه نزدیک 3 سال خورده‌ای به صورت سیکرت باقی موند و واقعا یکی از سخت‌ترین چیزهای humiliating ترین چیزی که ممکنه واسه دختر اتفاق بیفته که این که سیکرت یک آدم باشه. ولی با این حال من برای اینکه ایشون واقعا من رو تنها من رو رها نمی‌کرد، من مجبور شدم که برای خودم این رابطه رو تعریف مجدد بکنم، برای اینکه هیچ تعریفی نمی‌گنجد این رابطه برای من، چون این رابطه رابطه دختر پسری نیست و اصلا رابطه ما هیچ نسبت دختر دوست پسری نسبت دیگران نداریم، پس چی هستیم؟ برای من واقعا این سوال بود. برای من تصمیم گرفتم این تعریف جدید بکنم، گفتم اوکی ما دوستای معمولی میمونیم با هم دیگه کمک میکنیم تا زمانی که درسمون تموم بشه، تا زمانی که تو این شهر هستیم با هم میمونیم، بعد اصلا جدا میشیم، چون من واقعا نه علاقه دارم که حاشیه جدید برای خودم تو زندگی ایجاد بکنم، میخوام ما بین تو خانواده قرار بگیرم. من که اصلا دنبال درد سر جدید نمیگردم تو زندگی خودم. ولی خب الان به این پوینت رسیدیم که الان هر دو تو شهر مختلف هستیم و من خواستم که رابطه تمام بکنم، ولی باز ایشون تصمیم گرفتن که راجبش فکر بکنیم و صحبت بکنیم، با خانمشون مطرح کردن، با مشاور میخواستن صحبت بکنم، وقت بگیرن، با شما زنگ زدیم که صحبت بکنیم. من هم این اجازه بهشون دادم، گفتم هر جوری که لازمه، چون منم دوست ندارم واقعا کسی مثلا ترس بشه، دوست دارم چیزای خوب این رابطه رو میدونم چی هست و میبینم، ولی خب ایرادات واضحی هم که درش هست رو کاملا متوجه هستم، نمیتونم این کار بکنم. واقعا این مقدارم تصمیم گیریش برام مشکله، چون هر دومون توی شرایطی گیر افتادیم که بکنم نمیتونیم درست تصمیم بگیریم. نه متوجه هستم. ببینید عزیز، اولا همطور که اشاره کردید ایشون تازه اومده، چند ماهی است اومده و به کسی مثل شما میخوره، بعدم یه توانایی های فوق العاده از نظر هوشی و علمی داره و یا به هر حال یه استعدادایی که برای یه آدمی مثل شما که خودتون این مسیر و مراحل رو پشت سر گذاشتید و این حساسیت ها رو به ویژه در یه محیطی مانند ایران و دانشکده داشتید، خب براتون برجستگی داشته. ایشون تازه اومده، جداست و تنها، از یه خانواده اومده وابسته و دوتا هم خواهر داره. شما در اینجا مسئله‌ای که داشتید اینه که با 3 تا پسر بزرگ شدید، جایگاهتون هم جایگاه بدی بود، همطور که میدونم اشاره به ایشون کردم، فرزند دوم یه زمینه‌ای برای افسردگی داره، یعنی اون رو هم اینجا هست. حالا شما میرسید به یه جوونه باهوشه، به یک اعتبار آزادی که حالتهای کودکانه خودش رو داره، برای که به هر حال ایشون وقتی بشه 39 سالش یه همچین آدمی که الان هست نیست، من با کسی دیگه ایشون رو مقایسه نمی کنم، خودش رو با خودش مقایسه می کنم. بنابراین شما دوتا همونطوری خودتون گفتید یه جوری به هم قلاب شدید، ولی این قلاب ناشی از اضافاتی بوده که داشتید و خودتون هم همون اوائل به این نچه رسید که این رابطه برحال رابطه در مسیر دوستی و یاری و یاوری به همه، بعدم ایشون تازه آمده به یک بار وارد یه محیط آزادی شده و میتونه یه همچین رابطه ای رو بدون فشار محیط اجتماعی و خانواده داشته باشه، شما هم که به هر حال اون مسئولیت رو داشتید. برای شما مهمترین مسئله احساس امنیتتون بوده و احساس این که همطور که گفتید و به درستی هم گفتید، شما با یه پسری روبرو هستید که احتمالاً آزارش به کسی نرسیده و نمیرسه، ممکنه خودش رو اینجا و اونجا برای گرم کردن دیگران آتش بزنه ولی کسی رو نمی سوزونه، خب به شما اون امنیت و آرامش رو میداد. ضمن همونطوری که گفتید این دوران میتونست موقتی باشه، البته شما هم شاید گوشه ذهنتون یه مقدار این مسئله با ازدواج و بچه دارید، برای اینکه جایگاهتون اینو نشون میده و عملا هم وقتی آدم وارد همچین رابطه‌ای میشه و اینقدر طولش میده، خب برخی از وقت یه مکانیزمایی است برای اینکه من خودم رو در شرایطی قرار بدم که بگم خب حالا دیگه نمیتونم ازدواج کنم یا نمیتونم بچه دار بشم، همه اینا هم هست. سوال که از شما دارم اینه، آیا شما به خانوادهتون گفتید و اونا در جریان هستن و نظر
اونها چیه؟ اون واقعیتش اینه که نه آقای دکتر، من به خانمم نگفتم، برای اینکه میخواستم اول خودم مطمئن بشم، برای اینکه خودم مطمئن نیستم. میدونم خانوادم اگر بدونن، اگر میدونم به اندازه کافی خودم وسواس دارم و احتمالا نمیدونم به نظرشون شاید فکر میکنن انتخاب درست میکنم، نمیدونم. به شما میگن فکر میکنن شما انتخاب درستی میکنی؟ فکر میکنم برای اینکه نه فکر نکنم. اولا همینقدر که شما نگفتید، بعد از اون عزیزم ممکنه به من بگید که فرض کنید در یه جمعی باشن و در این جمع برادران شما و خواهرتون و پدر مادرتون باشن و یک کسی بگه که یه پسر 31 ساله میخواد با یه دختر 38-39 ساله ازدواج کنه و اونا فکر کنن عیبی نداره؟ امکان نداره. حالا اینا واقعیت هست. ببینید عزیز، اینکه ممکنه من برگردید اصلا یه حرفایی بزنید، ای بس اصلا خانواده شما اصلا این حساسیت ها رو نداشته باشن یا اهمیت به این موضوع ندارن. من ولی 5 نفر بعید میدونم 6 نفر اینجوری باشن. و بعدم به شما خوب میگه شما ندارن، ولی همینقدر که شما نگفتید نشون دهنده اینه که میدونستید کار درست نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من از شما این سوال رو دارم و این نکته است که مهمه. انتخاب شماست. آیا واقعا شما احساس نمی‌کنید، چون الان علائمش کمی پیداست، احساس نمی‌کنید که رابطه شما یه مقدار رابطه، حتی تعریفی که از ایشون کردی تعریفی است که مامان از یا مادر از بچه‌اش می‌کنه، رابطه شما یه مقداری مادری پسری است و این پسر باهوش خوب ما رو در حقیقت می‌خواید نزدیک کنید؟ پیام‌ها رو می‌شنویم، برمیگردیم ببینم هر دوتون راجبه مادری پسری چه نقشی دارید. صحبتتون رو با هم ادامه بدید. قبل از اینکه ایشون جواب سوالتون بدن، خیلی سریع در حد 30 ثانیه یه موضوعی رو اشاره کنم در مورد سایر نکات. اینکه من بلافاصله با ایشون روبرو نشدم و قبلش هم با دخترای دیگه رفت و آمد داشتم توی شهری که بودم، ولی هیچ کدوم احساس آرامشی که ایشون به من میداد رو نداد. یعنی حتی من قبلا مکالماتمون رو مرور میکردم به ایشون، قبل از اینکه اصلا سنشون رو بدونم احساس میکردم که یه آرامش عجیبی ازشون میگیرم. حالا درست و غلطش رو نمیدونم. نه درست و غلط نه صبر کنید، حرفتون بسیار درسته. ببینید در جهت احساس که ما خاطر ماست، من احساس آرامش میکنم، احساس نگرانی میکنم از گفتگو با شما. اینکه واقعیته، اینکه حالا درستی یا غلطی بس اصلا اتفاقا دقیقاً مسئله من همین عزیز. اشکال کار اینه که شما همونطوری خودتون میگید اولا تازه اومدید امریکا، ولی در اینجا با یه دختر باهوش تحصیل کرده روبرو شدید و ضمن میتونید برای همدیگه هم بسیار مفید باشید. ضمن ایشون هم دختر بسیار باهوش و خوبیه و ضمن سرد و گرم دنیا و زندگی رو به ویژه در خانواده چشیده. من دقیقاً شیفته یه همین خصوصیاتی که شما میگید. خب دقیقاً. خب آخه این مادری عزیز دل، همسری نیست. اشکال کار اینه. میفهمم چی میگی. یعنی اون آرامش رو یه کودکی که از همه جا رانده و مانده شده است، مثلا معنای مادر در ارتباط با فرزند همینه. یعنی یه پناهگاه، یه جایی که آدم میتونه بره آرام باشه. اصلا این اصطلاحی که سرم رو روی زانوت بذارم، سرم رو روی سینه‌ت بگذارم و فراموش کنم همه چیز رو، حرفی هم نزنیم، حتی بوی تو رو داشته باشم، اینا همون مفاهیمی است که میتونه بین زن و مرد باشه. ولی اون مفاهیم میان زن و مرد جنسی و سکشواله، یعنی تحریک کننده و برانگیزنده است، نه آرامش دهنده. یعنی با خودش اکسایتمنت داره، هیجان داره، این با خودش آرامش داره که شما میگی. به همجه است که منم از ایشون خواستم، برای که عملا حرفاتونم اینو نشون میده عزیز، حتی نگاه شما، استدلال شما، توانایی های هوشی و علمی شما رو من نه تنها ستایش میکنم، ولی اشکال کار دقیقا اینجاست که با بقیه جنبه های زندگیتون به ویژه در مورد شما نمیخونه عزیز. یعنی مهمم نیست که شما تجربیاتی با دخترها داشتید یا نداشتید، ولی مسئله اصلی و اساسی اینه که این موضوع تجربی نیست. آدمی که 5 دفعه ازدواج کرده جدا شده که در ازدواج ششم انتخاب بهتری که نمیکنه، احتمالا انتخاب بدتری میکنه. برای که این نوع موارد مثل تصادفه که آدم به خاطر آسیبی که خورده و زده الان اصلا نوع رفتارش واقع بینانه و عاقلانه نیست. برای شما به هیچ کسی که 5 دفعه تصادف کرده نمیگید نه حالا دیگه بعد از 5 دفعه تصادف آدم راننده ماهریه، تازه حالا بیشتر نگران میشید. و بعدم تو این گونه موارد
تجربه بدترینه. تجربه اصلا به اصطلاح روانشناسی منع مؤثر قبلیه، یعنی یه عامل برهم زننده است. این قصه تجربه‌ای که مردم میگن غالب اوقات اشتباه میکنن. بله، بسیار از آدم ها هستن، یه پزشکن، یه جراحن، یه دندان پزشکن، اسم این تجربه نیست، اسم این تمرینه. اونا تمرین مختلف کردن، مثل شمایی که یا خاطرم از من اون زمان در ایران میامدیم فرض کنید کتاب حل المسائل فیزیک یا شیمی یا جبر داشتیم، در حقیقت اونا تجربه نبود، اونا تمرین بود. برای این دوتا با هم متفاوتن. به همین جد است که اگر یه آدمی روابط متفاوت و مختلفی داشته، انتخابش برای یه رابطه سالم خیلی خیلی مشکل تره، حتی خود او اگر نمی داشت. برابر این بحثی که شما میگید تو من میفهمم. برای یادتون باشه عزیز، شما یه پسری هستید که درس خوندید، بسیارم باهوش و فوق‌العاده بودید، بعدم میدونید در منم خبر دارم، من محیط دانشگاه ایران رو خوب میشناسم، توی همچین محیطی معلومه که مسئله اصلی میشه توانایی‌های هوشی و علمی شما، دانشگاهی که میرید، نمراتی که میگیرید، برجستگی که دارید، تو سر کلاس هم در ارتباط با استاد و بقیه دانشجوها تکلیفتون روشنه. همونطور که ایشون هم اشاره کردن که برخی از اوقات تحت تاثیر سنگین توانایی هوش درخشان شما میشورن، برای که اون مثل نور به چشم آدم میخوره. همه اینا دست به دست هم میده و زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شما حالا که آمدید امریکا، حالا که دو تا خواهر بزرگتر دارید، حالا که با یه دختر خانم باهوش خوبی روبرو میشید که ضمناً به دلیل آنچه که بر او گذشته در کودکی متوجه ظرافت‌ها، نوعی شکنندگی‌های شما هست، معلومه احساس امنیت و آرامش کنید. علاوه اصلا یه کسی بیاد امریکا چند ماه بعد با یه کسی دوست بشه، اینقدر صمیمی بشه، یا آدمی باشه که از نظر علمی و تحصیلات و اینا هم اون مراحل رو میشناسه، پشت سر گذاشته، گذرونده، بعدم در عین حال یه رابطه دو طرفه متقابلی است که بین شما تو این زمینه وجود داره و معلومه فوق‌العاده است. یعنی تردیدی نیست شما وقتی میگید امنیت و آرامش، معلومه. اصلا کسی که مهاجرت میکنه مشخصش چیه؟ اضطراب، همین هم که درگیر کار شد استرس. چیزی که امنیت و آرامش میده در مقابل این اضطراب و استرسه. هیچ کدوم از اینا نفی نمیکنم. به همین جد است که من دلم میخواد بدونید این رابطه، همطور که ایشون یه اشاره کردن، رابطه جنبه دوا و دکتر نداشته باشه. من بارها گفتم اگر یه کسی دوای یه کسی باشه کارشون تمومه. ما باید غذای یه کسی باشیم که بتونه 50 سال اون غذا رو استفاده کنه، چون دوا که بسیارم مهمتره از غذاست و ای بسا زندگی میبخشه که غذا این کار رو نمی کنه، حتما باید موقتی باشه و تموم بشه. من میخوام خاطرم آسوده بشه که رابطه شما یه رابطه سالمی است مبتنی بر یک پسر و دختر، دقیقاً پسر و دختر، تا بعداً زن و شوهر بشید، بعداً پدر و مادر بشید. ولی من نمیخوام رابطه باشه که الان مادری فرزندی باشه که علائمش توش پیداست، چون اون کار دستتون میده، یعنی بیشترین آسیب و ضربه میزنه. به همین جهت گفتم شما به من میتونید بگید که چه چیزایی در خودتون و در همدیگه میبینید که اونو نفی میکنه. یعنی اگر حرف این بود که نه اتفاقا منم که مواظب و مراقبم، اون هست که دختر کوچولوی منه، اونه که اون ناز و نوازش منو میخواد و این اون چیزیست که یک طرف هم هست از جانب منه به اون، خب نفی میکرد ماجرای مادری و فرزندی رو. ولی من وقتی صحبت ایشون اشاره کنم در راستای حرف شما، اینه که من هم نسبت به ایشون احساس حمایتی قوی دارم. یعنی شاید اگه بحث پسر و مادری بود من فقط انتظار حمایت از ایشون رو داشتم، ولی من هم یه احساس قوی اینچنینی در خودم دارم که واقعا دوست ندارم کوچکترین آسیبی بهشون وارد بشه. و شاید بزرگترین چیزی که اصطلاحا نیروی محرکی این شد که من بتونم سیریسلی و به صورت جدی این قضیه در نظر بگیرم همین موضوع بود. نه نیست عزیز دل، برای بار دوم استدلال دشته باز. آیا یه پسر دلش بخواد مادرش آسیب ببینه؟ اون چیزی رو ثابت نمی کنه عزیز. ببینید دوست شما در مسیری که حرف می زدن و حرکت می کردن، اصلا احتیاج نیست پشت خط رادیو یا به من بگید، حال دفاعی شما رو می فهمم. الانم نمی خواهم اذیتت کنم، الان بچه ایست که داره مادرش رو از دست میده، کاملا متوجهم. ایشون اون نگرانی رو نداره، ایشون اون نگرانی، برای که اتفاقا به دلیل علاقهی که به شما داره و آزادی که برای خودش و شما قائله،
اتفاقا دلش میخواد شما آزاد و رها باشید، نه از ارتباط با ایشون، ولی هر کاری که دوست داری و درست میدونی انجام بدی. ولی من میخوام، چون ببین اگر من درگیر کار تراپی با آدمایی مثل شما نشده بودم که باور کنید میتونم بگم 200 تاشون حرفشون این بود که ای کاش ما قبلا با هم حرف زده بودیم. من دلم میخواد الان این حرفو با شما بزنم و قبلا هم اشاره کردم، دلم میخواد بدونید شمایی که تصمیم گرفتید از این جاده برید، این یه جاده کوهستانیه، باید هر دوتاتون نمیتونید خواب آلوده باشید، اتومبیلتون نمیتونه ترمزاش درست نباشه. به همینجاست که من دلم میخواد ببینم که ایشون چگونه به این موضوع نگاه میکنه. و وقت داریم عزیز، نگران وقت نباشید. اگه دلشون میخواد ایشون صحبت کنم خوشحال میشم بشنوم ایشون. آیدکس من حرف شما رو گوش دارم، درست میفهمید؟ اون دلیل این که رفتم و خانمشون صحبت کردن دلیلش اینه که نمیخوان منو ناراحت بکنن، دقیقا همینه دلیلشون. به نظر من بیشتر بابت اینه که نمیخوام من ناراحت بشم و فکر میکنم من از این بابت ناراحت شدم یا منو خیلی اذیت کردن این مدت، بخاطر همین میخوان مثلا حالا یه کاری بکنن. و موضوع دیگه هم اینه که در مورد این که فهمیدین که آیا فکر میکنین رابطتون مادر فرزندیه، من فکر میکنم حق و شماست، یه حدودی همینجوری هست. ولی من نظرم این بود وقتی که ایشون مطرح کردن که حالا دوباره یه وقتی خواستن که دوباره بریم صحبت بکنیم بریم پیش مشاوره، من نظرم این بود که دوباره یه بازنگری بکنیم رابطه رو، یعنی دوباره از اول. یه من حرفم به ایشون این بود که شما به من نشون بده که به خاطر این مسائل نیست که منو میخواین، به خاطر تنهایی نیست که منو میخواین، به خاطر اینکه از خانوادت جدا هستی نیست که اومدی سراغ من، نشون بدی که واقعا این رابطه به خودی خودش برای تو مهم هست، برای اینکه مثل رابطه بقیه دخترها و پسرها رابطه همون. یعنی نظرم این بود که اگر ایشون دوست دارن رابطه دام پیدا بکنه ما با هم صحبت بکنیم و با مشاور صحبت کنیم آیا اصلا این رابطه کیپیبلیتی اینو داره که به اون سمت پیش بره، و یعنی اینکه این رابطه الان به این شکل هست رو تقریبا فکر میکنم خودشون هم میدونن. الو های دکتر. الو بفهمید. نه من چیزی نگفتم، شما چرا خودشون هم میدونن؟ صداتون قطع شد، من خواستم ببینم چه خواستید بگیرید. نه منظورم اینه که ایشون هم اصراری که بابت این موضوع دارن، حالا من با ازش موافقم، اصرارشون به این دلیله که نمیخوام منو ناراحت بکنن، از این بابت خیلی عذاب وجدان میکشن. واقعا این کلمه درستیه، خیلی هر بار که ما خواستیم جدا بشیم ایشون با عذاب وجدان برگشته و گفته که یعنی بارها شده این رابطه تموم شده در میونه راه، ما تقریبا نشستیم که جدا بشیم، ولی با ایشون با خیلی اصرار فراوان برگشتن و سرش هم به خاطر اون عذاب وجدان بوده به نظر من. آخه یعنی عذاب وجدان فقط به دو دلیل میتونه باشه عزیز. دلیل اول این که شما از آغاز نمیخواستید، ایشون شما رو به زور کشیده و همجوری کش داده. و دلیل دوم متأسفانه اون اتفاق بار بد و منفی داره، و اون اینه که فکر بکنه وقت مهم شما رو برای ازدواج از دستتون تا حدودی گرفته. نه من همیشون با خودشون جواب بدم، بلکه وقتی آخه عذاب وجدان معنی نه، کسی علیه کسی کاری نکرد عزیز. من وقتی که علیه شما کاری نکردم، نه نیتشو داشتم، نه انگیزشو، نه هدفشو، نه رفتاری انجام دادم که شما رو آزار بدم، چرا باید ناراحت بشم؟ من جواب بدم آقای دکتر؟ حتما. بعد یک دلیلش همون، حالا نمیدونم چقدر منطقیه، ولی اون احساس حمایتی بود که، به چون ایشون هم زمانی که این تصمیماتو میگرفتیم در یه شرایط سخت دیگه‌ای بودن که من به هیچ وجه نمیتونستم برای خودم بپذیرم این موضوع رو که بخوام ایشون رو در این شرایط سخت تنها بذارم و کمکی که از دستم برمیاد رو احتمالاً از ایشون دریغ کنم. خب به احساس گناه، نه به احساس گناه شما چه ارتباطی داره که عکسش؟ ببین عزیز دل، ببین عزیز دل قربونت، دست و پا میزنیم، آدم باهوشی هستی، ولی کاملا پیداست که آلترناتیوا رو نگاه میکنه، ولی اینکه درست عکسش شد. اتفاق اینجوری که باید احساس گناه با دو پسرک میخواست بره به خاطر من که وضعم بد بود موند،
ایشون باید احساس گناه کنه، شما چرا احساس گناه میکنی؟ نه دقیقا همین چیزی که میفرمایید، یعنی من تو ذهنم بود که الان وقتی ما از این زمانی به بعد فقط دوستی رو ملاک رابطمون قرار دادیم و زمانی که خواستیم جدا بشیم، من همش این فکر میومد به ذهنم که اگه من کنار ایشون نبودم و ایشون یه پارتنر واقعی داشتن، شاید خیلی راحت تر میتونستن زندگی کنن و اون مشکلات رو بزنن کنار. شاید right. دلیل ناراحتیم همین بود. نه سب ولی... کنید نه نه سب کن سب کن از اینجا دو تا اشکال داره. اشکال اولی که این مسئولیت با ایشون هم هست که انتخاب کرده. اشکال دوم این که اگر ازدواج غلط باشه که آسیب شما 10 برابر بیشتره. بگو اشکال کارین عزیز، ببینید هنوز شما نگاه وابستگی کودکیتون رو دارید به نسبت به خواهرها و ایشون اعمال میکنید. برای که ببین عزیز دل، شما چهار یا شما آدم به این باهوشی و توانایی، چهار تا یا پنج تا استدلال کردی همش نه تنها درست نبوده، وارونش درست بوده. و این همون چیزیست که من اذیت نشو بشکم توحش تخصص، یعنی توانایی های هوشی شما، توانایی های عقلی و حتی علمی شما در تجزیه و تحلیل یه مسائلی همیشه وارونه است. علش هست که اون دنیا دنیای شما نیست، اون دنیایی است که مثل آدمی که تو آینه است، دست سمت راستش چپ است و اینو میبینم الان. و به همین جاست که الان هم نمیخوام با هم گفتگو کنیم یا الان ما گفتگو کنیم، من فقط دلم میخواد صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنیم که به هم آسیب نزنید و بعدم پشیم. چون گفتم اگر تجربه ده ها که حتما اشتباهه، صد ها مورد رو نداشتم، من بطوری گفتم موارد بسیاری از اونا نمیگفتن ای کاش قبلا یک کسی فقط چراغ روشن میکرد ما میدیدیم. چون به میزانی که شما بیشتر همدیگر رو بخواید خطرناکتره. یعنی به همین جهت است که این نوع رابطه وقتی که سنگین و شدیده جای گفتگو داره و کاملا معلومه که شما چه چیزایی رو نمیخواید از دست بدید. از این بابت هم بسیار خوشحالم که این چنین حتی میتونم بگم محبتی و حسن نیتی و وفاداری دارید، اینا رو هم میپذیرم. ولی اشکال کار اینه که من به خاطر وفای به شما هم به خودم هم به تو و به شما جفا کنم. من نگران اونم. درست میفهم. به همین جهت است که دلم میخواد راحت و آسوده باشید و پیشنهادی که هر دوتون دارید، نمیدونم کجای امریکا هستید، ولی واقعا یه روانشناس خوب دانایی پیدا کنید و ازش بخواید که با ما بجنگ. نمیخوام ما رو به هم جوش بدی یا بی خودی ما رو تایید کنی. چون یک کسی دیدی دقیقا من تو در مورد تو عزیز کاملا در مقابل ایستادم، حتی در حالی که درست نبود، مناسب خط رادیوم نبود، نخواستم ادامه بدی. برای که این موضوع موضوعی است که تمام باور من در تمام طول زندگیم این بوده که تنها گرفتاری ما از عدم توجه به واقعیت و تنها راه حل مسائل ما رفتن سراغ واقعیت و حقیقت. حقیقت میتونه تلخ باشه ولی پنهانکاری، دروغ و فریب سمه. این تفاوت مهمه. من تلخی رو میپذیرم، مثلا وقتی داروی تلخی باشه، ولی حاضر نیستم سم شیرین بخورم و بنابراین اون رو متوجهش باشید. حالا اگه دلتون خواست، حتی با وجود که من هرگز این کار نکردم، حرفاتون رو با هم بزنید، با یکی صحبت کنید. اگر فکر کردید که اشتباه میکنید، من شاید بتونم یه مقدار چراغ رو برای هر دوی شما روشن کنم که واقع بینانه تر بتونید ببینید کجا ایستید، چه کار باید بکنید. لطف کنید تلفن کنید. ضمن این نکته هم بگم، در حالی که همه این موضوعات بسیار مهم و اساسی ان، اصلا نمیخوام این واقعیت رو هم نادیده بگیرم که خیلی از اوقات موضوعات رو آدم میتونه کمتر بهش اهمیت بده و نگاه کنه به محتوا و واقعیت پنهانی که در اونجاست. ولی این واقعیت پنهان رو باید مطمئن بشیم واقعیت و پنهانه. به هر حال ببینید چه میکنه. بله. فقط فرمودیم یعنی من خواهم حرفم این است که اولا حتما تراپی رو برید و بعدا هم این دلتون خواست یه وقت دیگه رو خط بیاد. نه من که رای برای دیدن هیچ کس ندارم، من الان 7 ساله به خاطر دارم. بله بیاید به هر حال بیاید کتککاری هم بکنیم، زمین شما خودتون رو آماده کنید. ولی اگه بهتون بگم خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. متاسفم از اینکه نگاهم و دیدم بد و منفی بود، از این بابت متاسفم. ای کاش عکسش بود، ولی اصلا چاره ای ندارم عزیز، برای اینکه اصلا اون رو درست نمیدونم. این نکته رو بگم، اصلا فکر نکنید تعارف میکنم، ابدا. اینقدر من اشتباه کردم، اینقدر پیشنهادها و توصیه ها و راهنمایی من غلط بوده که حد نداره. بنابراین اصلا هم به صورت یه چیز
واقعیتی در نظر نگیرید، شما واقعیت رو چک کنید و مطمئن بشید آنچه که واقعیت واقعیته. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم، حتی همین گفتگوی که با هم داشتیم رو یه دفعه دیگه بشنویدش. احتمالا من روز شنبه و شما هم خواهم گوش، ولی میتونید همه دوستان میتونن روی اپ رادیو همراه برنامه های چند روز قبل من رو بشنوید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خیلی ممنون. تمام.